بالای این پنجره براوزر شما دو تا عنوان هستش که خیلی کارایی داره. یکی این عنوان شو کلیپس که همه کلیپ ها رو نشون شما بده، ریجکتد شده ها رو نشون شما نده، نو ریتینگ اور کیوردز، فیوریت ریجکتد و آن یوزد. آن یوزد به شما کلیپ هایی رو فقط نشون میده که توی تایملاین یا جایی استفاده نشدن. هاید ریجکتد که موردی که شما بیشتر موارد باهاش کار میکنید، تصاویری رو به شما نشون میده که شما اصطلاحاً ریجکتشون نکردید. به طور مثال اینجا من الان دو تا کلیپ دارم که میدونم نمیخوام استفاده بکنم تو تدوین. میتونم بیام مارک ریجکت یا همون بک اسپیس یا این آیکون رو بزنم. هر همه این عنوانا یه کار رو انجام میده. البته الان اینا پاک نشدن، فقط دیگه اینجا دیده نمیشن. اگر شما بیاید بگید که ریجکت شده ها رو حالا نشون من بده، تمام اونایی که شما ریجکت کردین رو میتونید اینجا ببینید. و اگر خواستید دوباره به اون پنجره هاید ریجکتدتون برگردونین، یعنی زمانی که شما هاید ریجکتد رو میزنید باز دیده بشن، شما میتونید بیاید انتخابشون بکنید و این آیکون بغلی رو بزنید یا ریموف ریتینگ. یعنی حالا دیگه این ریتینگ من یا اون اصطلاحاً چیزی که بهش اضافه کردم که آقا اینا رو ریجکت کن رو ازشون حذف کن. من میام اینجا مارک و آن ریت. حالا اگه برگردم توی این قسمت دیگه میتونم این کلیپ ها رو ببینم و الان دیگه ریجکت شده نیستن. یا مثلا فرض کنید دوباره این دوتا رو من ممکن انتخاب بکنم، آن ریت کنمشون، های ریجکتد. الان باز دوباره میتونم اینا رو اینجا ببینم. توی اینجا اگر نو ریتینگ اور کیوردز رو شما بزنید، خب طبیعتاً به شما چیزایی رو نشون میده که شما احتمال داره از زیر دستتون در رفته باشه موقعی بازبینی. مثلا ممکنه یه سری کلیپ ها رو شما ندیده باشید، ریجکتشون هم نکرده باشید، کیورد هم بهشون نداده باشید، احتمالاً ندیدیدشون به خاطر حجم زیاد دیتا. اینه که این عنوان باز خیلی ممکنه به درد شما بخوره و خیلی ممکنه کارایی داشته باشه.